سلام میکنم به شما بینندگان عزیز در برنامه رسانه های جهان در خدمت شما هستم با مهمترین مطالب مطبوعات جهان مجله فوربس سرمقاله اقتصادی خودش رو به بنبست سیاسی اقتصادی رژیم ایران اختصاص داده با این عنوان رژیم ایران بین صخره سیاسی و زمین اقتصادی سخت گیر افتاده در این مقاله اینطور نوشته بیسواتی بهترین کلمه برای توصیف وضعیت کنونی در ایران است یک سراحی جوپولیتیکی، اقتصادی و بحرانهای سیاسی داخلی تغییرات دردناکی را به رژیم ایران تحمیل می کند. رژیم چگونه به این سراحی رسیده است و به کجا می مجله فوربس در مقاله تحلیلی خودش اینطور به این سوال جواب داده. در حال حاضر به نظر می رسد که رژیم ایران به انزوای بیشتری کشیده شده. خامنه ای گفت برجام وسیله است و نه هدف اگر رژیم ایران تهدیدش را برای بستن تنگه هرمز عملی کند نه تنها با بحران سیاسی داخلی مواجه خواهد بود بلکه با یک بحران ژئوپلیتیکی خطرناک درگیر خواهد شد انزوایی که مجله فورس به اون اشاره کرده رو میشه در آن سوی جهان هم مشاهده کرد روزنامه ژاپن تایمز با این عنوان شروع کرده توضیح کنندگان نفت ژاپنی واردات نفت خود را از ایران متوقف می کنند. این روزنامه دلایل اون رو برشمرده و از جمله نوشته انتظار می رود مصرف کنندگان عمده نفت در ژاپن تحت فشارهای ایالات متحده واردات نفت از ایران را در ماه اکتبر یعنی ماه آینده متوقف کرده و جایگزین های دیگری برای تأمین انرژی بیابند. این تصمیم گیری در شرایط اتخاذ می شود که بانک های بزرگ ژاپن آماده توقف معاملات مربوط به ایران می شوند. اقدامی که برای توضیح کنندگان در روند پرداختهایشان حتی اگر به خرید نفت ایران ادامه دهند دشوار خواهد بود. سی سرباز نیجر در اثر حمله بوکو کشته شدند. روزنامه لومون در مطلبی در این رابطه نوشته گروه تروریستی بوکو به پایگاهی به نام زری در شمال نیجریه حمله برده دست کم سی سرباز را کشت. یک افسر نیجریه گفت شورشیان با تعداد زیادی کامیون وارد این منطقه شدند. آنان سلاحهای سنگین هم می کردند. حمله اولیه چنان سنگین بود که آنها مجبور به عقب نشینی موقت شدند تا آنکه پس از یک ساعت نیروهای تقویتی از زمین و هوا سر رسیدند. دبیر کل سازمان ملل این حملات را شدیداً محکوم کرد و شناسایی بازداشت و محاکمه سریع عاملان این حمله را که دهها کشته بر جای گذاشت خواست دار شد. تظاهرات و درگیری های راست های افراتی مخالف مهاجرت در شهر کمنیتس از هفته گذشته ادامه داشته. روزنامه سایت چاپ آلمان در مقاله ای نوشته دست کم 18 نفر در تظاهرات راستگرایان در کمنیتس زخمی شدند. پلیس آلمان خبر داد در درگیری ها سه مقام پلیس و مقاماتی از ادارات دیگر زخمی شدند. 37 نفر دستگیر شدند. وزیر خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست برای دفاع از دموکراسی و مبارزه علیه بیگان ستیزی بیشتر تلاش کنند. هایکوماس هشدار داد که اعتبار آلمان به خاطر نجات پرستی در جهان به خطر افتاده است. روزنامه لوسوا چاپ بلژیک نوشت پلیس هلند عمل یک مهاجم در آمستردام را که با چاقو به افراد حاضر در یک ایستگاه مترو حمله کرده بود تروریستی دانست. این روزنامه نوشته یک افغانی 19 ساله روز جمعه دو توریست آمریکایی را با چاقو زخمی کرد مهاجم با تیراندازی پلیس زخمی شد پلیس هلند گفته این مهاجم در آلمان زندگی می کند و اکنون در حال بازجویی از وی هستیم ما به همه سناریوها از جمله انگیزه تروریستی فکر می کنیم به نشستن یک کشتی کانتینری متروکه در آبهای ساحلی میانمار باستاب زیادی داشته است روزنامه میانمار تایمز نوشت پلیس میانمار در حال بازرسی از یک کشتی کانتینری زنگ زده است این کشتی اسرارآمیز در اوایل هفته در نزدیکی یانگون پایتخت تجاری میانمار توسط یک ماهیگیر دیده شد پلیس گفت هیچ ملوانی در کشتی نیست و کشتی کاملا خالی است و پرچم اندونزی را دارد اما اینکه چرا سرگردان رها شده سوال بزرگی است تیم‌های حاضر در حال پیگیری آن هستند. به مسکو میریم تا حادثه دیگری رو براتون گزارش کنیم. هواپیمای مسافربری به هنگام فرود در سوچی روسیه آتش گرفت و 18 نفر زخمی شدند. این عنوان روزنامه مسکو تایمز هستش که می نویسه هواپیمای مسافربری بوینگ 737 با 164 مسافر متعلق به شرکت هواپیمایی یوتی ایر روسیه که از مسکو به پرواز درآمده بود هنگام فرود در فرودگاه سوچی دچار سانحه شده و در داخل رودخانه افتاد. خوشبختانه این حادثه کشته نداشته. به گفته خبرگزاری ریا نیوز روسیه یکی از کارکنان فرودگاه سوچی در خلال عملیات نجات در اثر حمله قلبی درگذشته است. حالا به یک مطلب علمی و یک مطلب زیست محیطی توجه بفرمایید. روزنامه نیویورک تایمز به پدیده کشنده جزر سرخ در سواحل فلوریدای آمریکا پرداخته و نوشته در جنوب غربی فلوریدا شکوفه های سمی و مزر جلبکی حدود ده ماه است که به نابود کردن حیات دریایی ادامه می دهند. شکوفه های مزر جلبکی موقعی تولید می شوند که توده های جلبک به نحوی مهارناپذیر رشد می کنند. این شکوفه ها تأثیرات مزری بر انسان ها، ماهی ها، پستانداران دریایی پرندگان و صدف ها به جا می گذارن. این پدیده اولین بار در سال 1700 میلادی در فلوریدا دیده شده. معمولا جزر و مد سرخ در فصل تابستان به وجود می آید و رنگ آب را قرمز تیره می نماید. اما محققان علت افزایش مرگومیر ناشی از طولانی مدت شدن این جزر و مد را عجیب توصیف می کنند و در حال تحقیق در این رابطه هستند. دیلی میل انگلستان یک خبر علمی داده با این عنوان تکنیک جدید ضد پیری که عمر انسان را به 150 سال افزایش می دهد تا سال 2020 ارائه می شود هزینه خرید آن بیش از یک فنجان قهوه نیست دیلی میل می نویسه دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه نیو ساوت به سرپرستی پروفسور دیوید سینکلر از اساتید دانشگاه هاروارد موفق شدند روش ضد پیری جدیدی را ایجاد کنند با این روش انسان ها می توانند تا 150 سال زندگی و اندامشان را احیا کنند. آنها در حال توسعه یک فرایند جدید هستند که شامل ریزی مجدد سلول می شود. محققان از دانشگاه سیدنی استرالیا با خوراندن قرص خاصی به موشها ده درصد بر عمر آنها افزودند. علاوه بر این در این گزارش ذکر شده که این قرص ها ریزش مورا کاهش می دهند. خب دوستان عزیز به پایان برنامه رسانه های جهان رسیدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار